عتبه مقدس حسینی روز گذشته با تشریح اقدامات انجام شده در جهت روان بودن تردد و ایمنی زائران، برنامه حمل و نقل خود را در ایام زیارت اربعین پیش رو اعلام کرد. در همین راستا علازیادین، معاون دبیرکل حرم مطهر حسینی، در بیانیه‌ای تأکید کرد که عملیات شستشو، نظافت و ضد عفونی‌سازی حرم مطهر امام حسین علیه السلام به طور منظم ادامه دارد. وی همچنین بر نگهداری و حفاظت دائمی از پله‌های برقی و تأسیسات داخلی حرم برای اطمینان از حرکت روان و ایجاد محیطی امن و راحت برای زائرین تأکید کرد. تظاهرات مسلمانان در اعتراض به تخریب غیرقانونی یک مسجد دیگر در دهلی نو برگزار شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از ده کشمیریات، تظاهرات مسلمانان در اعتراض به تخریب غیرقانونی یک مسجد در دهلی نوی هند برگزار شد. تخریب این مسجد در روز 25 ژوئن، سه‌شنبه 5 تیر، با حضور گسترده پلیس و بر اساس شکایتی که توسط پریت سیروهی، یکی از رهبران هندوتوا، ارائه شده بود، صورت گرفت. این حادثه اندکی پس از آن رخ داد که مسجد دیگری در باوانا بر اساس یک شکایت مشابه تخریب شد. خبری در رابطه با اوضاع افغانستان. در آستانه نشست دوحه، روزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل، با شماری از فعالان زن و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان به گونه مجازی و محرمانه گفتگو کرد. اعتراض فعالان افغانی در دیداری مجازی با روزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، مطرح شده که قرار است ریاست این نشست را بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر، نرگس نهان، وزیر سابق معادن افغانستان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به خانم دی کارلو گفته است که سازمان ملل خواسته های حکومت طالبان را تمکین کرده است. وزیر دفاع پاکستان که پیشتر گفته بود با روی کار آمدن تحولات جدید در افغانستان تروریسم کاهش یافته است، نسبت به عملیات فرامرزی علیه تحریک طالبان هشدار داد. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، اعلام کرد در صورت نیاز ارتش این کشور در عملیات جدید تحت عنوان عزم استحکام پایگاه‌های فرامرزی تحریک طالبان پاکستان TTP را هدف قرار خواهد داد. وی با اشاره به افغانستان اظهار داشت سنی‌های تندروی تحریک که طالبان پاکستان از آنجا عملیات انجام می‌دهد، اگر احساس نیاز شود هیچ موضوعی مهمتر از مسئولیت یا امنیت پاکستان نمی‌باشد. و خبر دیگری از پاکستان. روزنامه آنلاین پاکستانی اکسپرس تریبون طی گزارشی ویژه به برخی از ویژگی‌های طرح امنیتی و خدماتی که قرار است اندکی پس از آغاز ماه محرم امسال در این کشور اجرا شود پرداخت. این گزارش در ادامه افزود دولت محلی استان خیبر پختونخوا با اشاره به اینکه از جمله نتایج این نشست توافق بر سر تأمین برق بدون قطعی برای هیئت‌ها در ایام ماه محرم و همچنین بستن حصار امنیتی برای خیلی زائران، ببخشید، برای خیلی عزاداران در روز عاشورا بود. این جلسه به ریاست ندیم اسلیم چودری و با شرکت بازرس کل پلیس، اختر حیات خان، دبیرکل امور داخله، مقامات امنیتی زیرابط و افسران نظامی با هدف بررسی مقدمات امنیتی در ماه محرم برگزار شد. کولین، ماده مغذی حیاتی موجود در زرده تخم مرغ، در حفظ سلامت کلی به ویژه عملکرد مغز نقش مهمی دارد. محققان پیوسته می‌کوشند تأثیر مواد غذایی یا رژیم غذایی خاص را روی بیماری آلزایمر بررسی کنند.
تازه ترین تحقیقات به ارتباط میان آلزایمر و تخم مرغ پرداخته و میتوان گفت که نتایج آن، البته اگر زرده تخم مرغ را هم بخورید، امیدوار کننده بوده است. متخصصان برای بررسی تأثیر تخم مرغ بر آلزایمر از داده‌های گروه شرکت کننده در بررسی شتاب حافظه، راش میماری و طرح پیری ایجینگ پروژکت استفاده کردند. آنها با تکیه بر پرسشنامه هایی که دفعات مصرف تخم مرغ را در شرکت کنندگان ردیابی می کرد، داده های 1024 بزرگسال را بررسی کردند. و اما خبر آخر، در یک مطالعه گسترده روی 85,000 نفر، دانشمندان دانشگاه فلینزر دریافتند که قرار گرفتن در معرض نور در شب خطر ابتلا به دیابت نوع دو را مستقل از فعالیت‌های روزانه افزایش می‌دهد. آندرو فیلیپس، استادیار کالج پزشکی و بهداشت عمومی و نویسنده ارشد مقاله گفت قرار گرفتن در معرض نور در شب می‌تواند ریتم شبانه روزی ما را مختل کند و منجر به تغییراتی در ترشح انسولین و متابولیسم گلوکوز شود. تغییرات در ترشح انسولین و متابولیسم گلوکوز ناشی از اختلال در ریتم شبانه روزی بر توانه بدن در تنظیم سطح قند خون تأثیر می‌گذارد که در نهایت می‌تواند منجر به ایجاد دیابت نوع دو شود.